با وفات ابو طالب در رجب سال دهم بعثت، نبی رحمت مهمترین پشتبان خود در بین مشرکان مکه را از دست داد. در رمضان همان سال، دو سه ماه بعد از وفات ابو طالب، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترین یار و غمخوار خود خدیجه کبرا، مرهم شفابخش زخم‌های روحی در جنگ روانی که قریش بر آن انداخته بود را نیز از دست داد. در گذشت این دو تکیه‌گاه عمده در مسیر دعوت، پیامبر خدا را سخت آزرده خاطر ساخت. قریش پس از مرگ ابو طالب دندان تیز کرده، بیش از پیش به حق حرمت و آزار و اذیت پیامبر پرداخت. شدت گرفتن فشارهای قریش بر رسول الله علیه السلام ایشان را مجبور ساخت تا مکه را به قصد یافتن جایی مناسب برای دعوت ترک گفته به طایف روی آورد. برخورد ناجوان مردانه طایف او را مجبور ساخت تا بار دیگر به مکه باز گردد. سفر اسراء و معراج مرهمی بود از جانب پروردگار. تسلیت و دلگرمی برای پیامبر، بالا رفتن قوه اعتماد و توکل و اطمینان خاطر پس از دیدن مظاهر چند از قدرت الهی. دیدار با پیامبرانی مهاجر چون ابراهیم، موسی، یوسف مقدمه برای دلکندن از مکه و خانه خدا در نبرد و رویارویی با کفر و گمراهی و تباهی. این سفر اسرارآمیز نبوی با دلالت‌های حکیمانه و صحنه‌های شگفت انگیز سرنوشت مکه و بیت المقدس را با هم گره زد. رهبری و زعامت دینی نسل بشر را تا به روز قیامت از بنی اسرائیل سلب نمود و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و امتش سپرد. پس از این سفر ملکوتی، نبی رحمت در پی یافتن سکوی برای استقرار دعوت و سپس رساندن آن به جهان و جهانیان بود. ایشان فرصت مناسک حج و بازارهای سالانه عرب را که سران قبایل و عامه مردم را از چهار سوی شبه جزیره عربستان گرد هم می آورد غنیمت شمرده، خود و دعوتش را به آنها عرضه می کرد. ای بنی فلان، من رسول و فرستاده خدا به سوی شما هستم. خداوند امر کرده تنها او را بپرستید و به او هیچ شرک نورزید. قریش سد راه من در رساندن سخن خدا شده است. آیا در میان شما جوانمرد هست تا مرا به سرزمین خود برده از دعوت توحید حمایت کند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرصت حج رو غنیمت می شمردن برای دعوت، به همین خاطر تشریف می آوردن به این منطقه منا، محل اسکان زائران بیت الله الحرام، و سعی می کردن از این فرصت استفاده بکنن برای دعوت به توحید، برای رساندن ندای لا اله الا الله به قبایل مختلفی که در این مکان جمع شده بودن. در این میان آزار و اذیت قریش هم انتها نداشت و ابو لهب و ابو جهل، کسانی که از نزدیکان رسول صلی الله علیه و سلم بودند، ابو لهبی که عموی رسول صلی الله علیه و سلم بود، برای خونسا کردن تأثیر دعوت رسول صلی الله علیه و سلم در میان قبایل می آمدند و شروع می کردند به سم پاشی کردن و تخریب شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من جمله اتهام دیوانگی، اتهام جنون و یا اینکه این شخص قوم خودش رو فاسد کرده، قوم خودش رو گمراه کرده و تباه کرده، سعی می‌کردن که مردم رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور بکنن. مردم بین خودشون میگفتن که
شخصی که نتونه قوم خودش رو اصلاح بکنه و باعث فساد قوم خودش شده باشه، چگونه میتونه که ما رو اصلاح بکنه و ما رو به سعادت برسونه؟ حتی بعضی وقتها انقدر ظلم و شکنجه زیاد میشد که به رسول صلی الله علیه و سلم علاوه بر این که لعن و نفرین میفرستادن، آزارهای جسمی نیز روا می داشتن، من جمله آب دهن انداختن به رسول صلی الله علیه و سلم و یا خاک ریختن بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله مواردی بود که در دعوت میدانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حج داشتن متوجه ایشون میشد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر خونسا کردن این شایع پراکنی ها، به خاطر موفقیت بیشتر دعوت، روش هایی رو استفاده میکردن تا این توطئه ها خونسا بشه. من جمله سعی میکردن که به پیش خود اقوام، محل سکونت اقوام برن و طوایف رو اونجا ملاقات بکنن تا اینکه قریشیان نتونن بیان و اونجا مزاحمت ایجاد بکنن و تا راحت تر بتونن صحبت خودشون رو به اونها برسونن. علاوه بر این رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها رو انتخاب میکردن تا در دل شب برن و با قبایل صحبت بکنن تا قریشیان کمتر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مورد کنترل داشته باشن و ردیابی بکنن. به اضافه رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی میکردن همراه خودشون از یاران و اصحاب مانند ابوبکر صدیق رضی الله عنه و علی مرتضی کرم الله وجهه به همراه خود کسانی رو ببرن تا قریشیان، تا اطرافیان، قبایل مختلفی که اومدن فکر نکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنهاست در طایفه خودش، در قوم خودش و از اشراف و از کسانی که در قوم اونها صاحب جاه و مقام هستن کسی همراهشون نیست. علاوه بر این که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خاطر آشنایی زیادی که به انساب، به شجره نامه اقوام مختلف داشت، میتونست که تشخیص بده کدوم قوم چه ویژگی هایی دارن، چه منزلتی دارن، چه مکانتی دارن و سعی میکرد قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم الغای دعوت بکنن و ملاقات اقوام خاصی برن، گلچین بکنه بعضی از طوایف، بعضی از قبائل رو، کسانی رو که از لحاظ قدرت نظامی، کسانی رو که از لحاظ تجربه جنگی و کسانی رو که از لحاظ جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی بتونن انسان‌های پرنفوذی باشن، اقوام قدرتمندی باشن، کسانی باشن که بتونن دعوت و تبعات اون رو به دوش بگیرن و بتونن سربازان جانانی باشن در امت اسلامی، اونها رو انتخاب میکرد برای دعوت خودش. علاوه بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی به سراغ قبایل و طوایف می‌رفتن که مطمئن می‌شدن از توان نظامی اونها، از جایگاه اجتماعی اونها و از نفوذ اونها در اقوام خودشون و در قبایل و منطقه خود. اینجا مناست. حاجیان در طول تاریخ وقتی که به این منطقه می رسیدند، هر قسمتی از منا مخصوص یک قبیله، مخصوص یک منطقه بود، اونجا خیمه می زدند و اونجا اتراق می کردند تا ایام حج سپری بشه. قبل از رسیدن ایام مبارکه حج، قریش دگرگون می شد. قریش نمی دونست چه کار کنه تا مانع بشه که دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قبائل و به افرادی خارج از مکه برسه. می اومدن، توطئه ها می کردن و نیرنگ ها می کردن، تبلیغات سو می کردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم منتظر ایام مبارکه حج و اومدن قبائل مختلف بودند به مکه. می اومدن در بین قبائل و اونها رو دعوت به اسلام می کردن. ابو لهب عموی پیامبر هم پشت سر پیامبر حرکت میکرد و هر جا که پیامبر میرفت ابو لهب میومد میگفت که این برادر زاده منه، دروغگو، آدم جادوگریه، فلان، مواظب باشید که بهش نزدیک نشید، خیلی خطرناکه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه کلن به پیامبر پشت کرد، طائف به پیامبر پشت کرد، اینجا بود که پیامبر خودش رو تقدیم میکرد به قبائلی که دارای جایگاه خاصی بودند و میتونستند از اون حمایت کنند و غالبا هم شبها با حضرت ابوبکر صدیق همراه می شدند و می اومدند به این منطقه با قبایل مختلف آشنا می شدند. ابوبکر متخصص بود در تاریخ قبایل عرب
و هر قبیله رو قبل از اینکه پیامبر باشون حرف بزنه معرفی میکرد که اینها از نظر قدرت و توان چه جایگاهی دارند، از نظر جایگاه اجتماعی چه وضعیتی دارند، از نظر جایگاه استراتژی منطقهشون چه موقعیتی داره، از نظر سیاسی و نظامی در چه ازی هستند. از جمله قبایلی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدشون رفتن به قبیله بنی عامر ابن سعسعه بود. این قبیله از نظر قدرت نظامی و سیاسی خیلی نیرومند بود، مثل قبیله خزاعه و حتی مثل قبیله قریش بود. و در ثانی این قبیله با ثقیف که در طائف بودند یک مقداری وضعش به هم خورده بود و تنش‌های شدیدی بین اینا بود. ثقیف که پیامبر را از طائف رانده بودند، پیامبر می‌خواست که با این قبیله با بنی سعسعه با اینا نزدیک بشه و یک گوشمالی هم واسه قبیله ثقیف باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن نزد اینها. اینها هم چون پیامبر رو دیدن ازش استقبال کردند. یکی رئیسشون، سرکردهشون کسی بود به نام بحیره ابن فراس. بحیره حرفای پیامبر رو شنید. وقتی که حرفای پیامبر رو شنید به قومش گفت اگه من این جوان قریشی رو بگیرم با این هم پیمان بشم، همه عربا رو تو چنگم میتونم داشته باشم. اما گفت که خب ما با شما همکاری خواهیم کرد، شما رو میبریم نزد خودمون و از شما دفاع خواهیم کرد و شما دنیا رو خواهید گرفت. اما وقتی که شما پیروز میشید و جایگاه میگیرید، بعد از این که شما وفات کردید رفتید، ما باید وزیر شما باشیم و رهبریت به ما تعلق بگیره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن نه، این دین دینی است که اخلاص میخواد. کسی که دنبال ریاست و جاه و مقامه، اون دعوتش به اصطلاح بیفایده خواهد بود و اثر نخواهد داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرط اونها را قبول نکردند. اونها هم برگشتند به منطقه خودشون. رئیس کل اینها که یک پیرمردی بود و نیومده بود، اونجا که رسیدند خب گزارش دادن که چی شد، فلان شد اینا. بعد گفتند که بله، ما با جوان قریشی هم دیدار داشتیم و همچنین حرفایی زد. اون پیرمرد وقتی که این حرفاش شنید گفت خب شما چی گفتید؟ گفتند که ما همچین شرطی گذاشتیم. گفت خاک به سرتون بشه الهی، چطور این جوان رو از دست دادید؟ مگه میشه که همچین کسی که از فرزندان اسماعیل باشه و همچین دعوتی رو ادعا کنه و بیاره؟ اون حتما پیامبر خداست و دروغگو نیست و این فرصت طلایی بود که شما از دست دادید. واقعا این فرصتی بود که بنی عامر متاسفانه از دست دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم حج رو به عنوان فرصتی برای دعوت و تبلیغ توحید استفاده می کردن و به منا تشریف می آوردن تا در بین خیمه های حجاجی که اینجا برای زیارت خانه الله متعال کعبه آمده بودن بگردن و از این فرصت استفاده بکنن برای نشر دعوت و رسالت خیش و برای رساندن آیات کلام الله مجید به اونها. ابو بکر صدیق و علی مرتضی رضی الله عنهما در یکی از سفرها با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه بودند و علی مرتضی می‌فرماید من ابو بکر و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین خیمه ها می‌گشتیم. به یک عده ای از طایفه رسیدیم و از اونها پرسیدیم که از کجا هستید؟ گفتند ما بنو شیبان ابن ثعلبه هستیم و از منطقه ای از عراق امروزی اومده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه جواب اونها رو شنیدن، ابو بکر صدیق خطاب به ایشون فرمود یا رسول الله، پدر و مادر من فدای شما باد، اینها سرآمد قوم خود هستند، اینها بهترین قوم خود هستند. بعد از اون ابو بکر صدیق از تعداد اونها پرسید، تعداد نظامیان و جنگجویان اونها. اونها گفتن ما بیش از 1000 نفر مرد جنگی داریم و کسانی که 1000 نفر مرد جنگی داشته باشند هرگز در هیچ جنگی شکست نمیخورند. در پاسخ سوال دوم ابو بکر صدیق درباره قدرت و نحوه جنگ اونها گفتن ما در جنگ ها سخت خشمگین میشیم و به دشمن حمله میکنیم و هیچ رحمی رو نسبت به اون روا نمیداریم. ما جنگ رو بر فرزندان خودمون ترجیح میدیم و شمشیر رو از همبستری با همسران خودمون میپسندیم.
رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان به صحبت‌های اونها گوش می‌دادن تا اینکه اونها پرسیدن شاید تو مردی از قریش باشی؟ ابوبکر صدیق در جواب اونها فرمود بله، اگر شنیدید که مردی در مکه اعلان رسالت کرده، در قریش اعلان رسالت کرده، این فرد همون شخصه. اونها پرسیدن ای برادر قریشی، ما را به چه چیزی دعوت میدی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شهادت بدین که هیچ معبود به حقی جز الله تعالی نیست و شریک و همتایی ندارد و اینکه من محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده و بنده اویم و من رو حمایت کنید، چرا که قریش با هم همدست شدن در مقابل امر الهی و در مقابل کلام الله ایستادن و خودشون رو بی نیاز دونستن و عناد کردن و نپذیرفتن. علاوه بر اون فردی از این جمع که مفروغ نام داشت و زیبا گفتارتر بود و سخنگوی اونها بود و زیبا روی تر هم بود پرسید بجز این به چه چیز دیگه ای ما رو دعوت میدی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه مبارکه سوره انعام رو تلاوت کردن. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، بگوی پیامبر من بیاید تا اون چیزی رو که الله برای شما حرام کرده برای شما بخونم. الله تشرکو به شیئا، اینکه به الله خودتون به مولای خودتون شرک نورزید و بالوالدین احسانا، و اینکه به پدر و مادر خودتون نیکی کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندان خودتون رو از ترس فقر، از ترس نداری نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما ایم که شما رو رزق میدیم، ما ایم که اونها رو رزق میدیم. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، و نفس هایی رو که الله تعالی کشتن اون رو برای شما حرام کرده جز به حق، جز در راه حق و حقیقت نکشید. ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این اون چیزی است که پروردگار شما شما رو به اون سفارش کرده باشد که بیاندیشید. مفروق سخنگوی اونها گفت به والله سخنی زیباتر از این من نشنیدم و به مکارم اخلاقی والایی دعوت میدی. اون کسانی که تو رو تکذیب کردن و تو رو دروغگو دانستند سخت اشتباه کردن و سخت در خسران و زیان بودن. اما این هانی ابن قبیسه پیشوای مذهبی ماست، رأی ما رأی اوست. هانی خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم گفت ای مرد قریشی، ما صحبت‌های تو رو شنیدیم، اما اگر ما بدون هیچ گونه شناخت قبلی و بدون هیچ گونه نشست بعدی بهم سخنان تو رو بپذیریم، این عجله در پذیرش، این عجله در ترک کردن دین قبلی بدون مشوره با بقیه خاندان ما که در جمع ما نیستن سبب تزلزل، سبب پشیمانی خواهد شد. شما برید به کار خودتون برسید، ما هم برمیگردیم مشورتهای خودمون رو خواهیم کرد و بعدا ببینیم چه خواهد. و بعد اشاره کرد گفت این مسناست، وزیر جنگی ما مسنا ابن حارثه. شروع کرد به سخن گفتن و گفت صحبت ما همون چیزی است که هانی گفت. ما نمیتونیم که دعوت شما رو بپذیریم، چرا که ما از دو طرف در دو منگنه، در دو چارچوب خطرناک قرار گرفتیم، یکی آبهای کسری پادشاه ایران و دیگری آبهای عرب. اگر بخواید میتونیم در مقابل عرب از شما حمایت بکنیم، اما در مقابل پادشاه ایران کسری هرگز نمیتونیم که با شما یاری بکنیم، شما رو و با شما متحد بشیم. این صحبتی که شما میکنید پادشاهان رو خواهد رنجان، برای پادشاهان مشکل خواهد تراشید. و ما کسری از ما قول گرفته و به کسری قول دادیم تا هیچ ماجرا و فتنه ای رو برپا نکنیم و هیچ ماجراجو و فتنه گری رو هم در بین خودمون جایی ندیم. خیانت در این قرارداد گناه نابخشودنی است که ما توان مقابله با اون رو نداریم. اما اگر حاضر باشید، اگر بخواید میتونیم در مقابل عرب از شما حمایت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا از صراحت لهجه اونها تشکر کردند و فرمودند کسی که میخواد کلام الله رو برسونه، کسی که میخواد در راه الله حرکت بکنه، همه تن باید تمام مشکلات رو به جان بخره و همه جور شرایط رو بپذیره و بخشی رو قبول بکنه، بخشی رو قبول نکنه، این گونه قبول نخواهد شد. این قوم بنو شیبان بعدها حدود 20 سال بعد ایمان آوردن. آن لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها بشارت داد که به زودی بر فارس شما غلبه خواهید کرد. مسنا ابن حارثه، همین فردی که این گونه احساس خطر میکرد از آبهای ایران، از پادشاه ایران، از نقض پیمانی که با پادشاه ایران بسته و از اینکه
دعوت رسول صلی الله علیه و سلم رو بپذیره احتمال داره که در مقابل کسرا قرار بگیره. با وجود اعترافشون به حقانیت دعوت بعدها ایمان آوردن. نه تنها ایمان آوردن، بلکه چنان ایمان در وجود اونها شهامت و قدرت آفرید که همین مثنا و بقیه کسانی که در بنو شیبان بودن فرمانده فتوحات اسلامی فراوانی شدند که در سرزمین عراق امروزی جزئی از پادشاهی ایران آن وقت صورت گرفت. ایمان چنان بنو شیبان رو تغییر داد، چنان مثناها آفرید، چنان فرماندهانی رو تربیت کرد. اسلام چنان بزرگانی، رادمردانی را به جامعه تحویل داد که روزی حتی تصور مقابله با امپراتوری ایران اونها رو می‌لرزوند. اما خودشون فرماندهان جنگی لشکرهایی شدند که به ایران حمله کردند و ایران رو در هم کوبیدند، پادشاهی ایران اون زمانه رو. ایمان بنو شیبان رو متحول کرد و قدرت ایمانی مثنا و طایفش در خدمت اسلام قرار گرفت. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله در ایام مبارکه حج سال 11 بعثت بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه با ابوبکر و با علی اومده بودند در این محوطه، محوطه منا، و دعوت اسلام رو به قبائل و شخصیت هایی که برای حج اومده بودند تقدیم می‌کردند. در همین حال و هوش بودند که صدای چند جوان رو شنیدند که با هم حرف می‌زدند. پیامبر اومدن نزدیک، سلام کردند و با هم آشنا شدند. گفتن شما کی هستید؟ گفتن ما جوانایی هستیم از خزرج، از یثرب اومدیم. یثرب اسم قدیم مدینه اون زمان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما از خزرجی ها هستید، از همپیمانای یهود؟ گفتند بله، ما از همپیمانای یهود هستیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خودشون رو معرفی کردند و دین رو به اونها تقدیم کردند. وقتی اونها از اسلام شنیدند و از پیامبر شنیدند، همهشون مات و مبهوت به همدیگه خیره شدند. گفتن چه خبره؟ به همدیگه گفتن میبینید بچه‌ها، این همونیه که یهود میگفت. یهودی ها میگفتن که اگر پیامبری میاد و ما با اون میشیم و شما عربا رو قل و قم میکنیم و فلان و فلان میکنیم. ببینید این همون پیامبره، بیایید ما قبل از یهودا بهش اسلام بیاریم. و این 6 نفر مسلمون شدن. اما این 6 نفر هر 6 تاشون از خزرج بودن و گفتن که یا رسول الله، در مدینه ما مشکل بسیار بزرگی داریم. ما خزرجیم و اوس، و همیشه خزرج و اوس با هم درگیر هستن. اگه ما به شما ایمان ما بیاییم و حرف از دین بذاریم، الان ما شما بیایید با ما، شما میشید پیامبر خزرجی ها، اوس ها شما رو قبول نخواهند کرد. بذارید ما بریم مدینه و دعوت کنیم قوم خودمون رو، سال آینده افراد آگاه و اندیشمند اوسی رو هم با خودمون بگیریم و بیاییم اینجا و همه مدینه مسلمون بشن. اون وقت شما بیایید اونجا و خداوند به برکت شما بین ما صلح و آشتی و آرامش در مدینه برقرار کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبول کردند. این 6 جوان مسلمون رفتند به مدینه و دعوت اسلام رو بین همه مردم مدینه پخش کردند. دعوت اسلام به همه خونه های مدینه رسید. بعد از ملاقات اولین گروه انصاریان، مردم مدینه و ایمان اونها به رسول الله صلی الله علیه و سلم، سال بعد 5 نفر از اون 6 نفر به همراه 7 نفر دیگر، جمعاً 12 نفر که مسلمان شده بودند، 10 نفر از خزرج و 2 نفر از اوس به منا آمدند تا با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات بکنند. انصاریان، مسلمانان جدید در این سرزمین، با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند. عباده بن صامت خزرجی که یکی از اینها بود میگوید ما در منا با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردیم، 10 نفر از خزرج و 2 نفر از اوس. این اتحاد، این هماهنگی، یک دلی برای اولین بار در تاریخ اوس و خزرج به وجود اومده بود که اوسیان و خزرجیان با هم متحد شده بودند، در مسیری حرکت کرده بودند تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مراسم در حج در منا مشارکت بکنن و بیعت بکنن با رسول صلی الله علیه و سلم.
عباده در ادامه می افزاید رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما بیعت کردند بر این که برای الله تعالی شرک نورزیم، بر این که دزدی نکنیم، بر این که دامن خودمون رو لکه‌دار نکنیم با انجام زنا و در این که فرزندان خودمون رو نکشیم و در این که بهتان نزنیم به ناحق کسی رو و در این که در راه اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم از هیچ سرمایه‌ای، از هیچ خواسته و طلبی دریغ نکنیم. این پیمان بعدها مفادش دقیقاً برای بیعت با زنان مسلمانی که در صلح حدیبیه با رسول صلی الله علیه و سلم بیعت کردن تکرار شد. در آیه آخر سوره ممتحنه به همین ترتیب مفاد این پیمان در بیعت با زنانی که اونجا بیعت می‌کردند تکرار شد. از این رو این پیمان بیعت النساء هم نام گرفت. بیعتی که بین رسول الله صلی الله علیه و سلم در دامنه این کوههای پشت سر من در این سرزمین در منا با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته شد، بیعت عقبه اول یا همون بیعت النساء نام گرفت. این 12 نفر از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند تا فردی رو به عنوان مربی، به عنوان معلم برای اهل مدینه، مسلمانان مدینه بفرسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع صحابه ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر و دیگر پیشگامان دین، بزرگان دین حاضر بودند، یک جوان را انتخاب کرد. جوان زیرک، با وقار و باهوش، جوانی که زیبا روی است و زیبا خوی، جوانی که با حکمت خودش، با ایمان خودش، با فراست خودش، با شهامت خودش، با جانفشانی های خودش، با زیرکی خودش، با تدبیر خودش، با امانت خودش مدینه منوره را متحول ساخت. مصعب بن عمر اولین سفیر اسلام بود که برای این 12 نفر انتخاب شد تا آیاتی رو که از کلام الله مجید تا اون لحظه نازل شده بود و در قلب نازنین خودش جای داده بود بره به مردم مدینه برسونه. مصعب باید میرفت و نهر جوشانی رو که از مکه مکرمه شروع شده بود در دشت بین مکه و مدینه میکوفت و میرفت و اونها رو به تشنه لبان مدینه منوره میرساند. مصعب ابن عمر اولین سفیر اسلام رسالت رسول صلی الله علیه و سلم رو از مکه مکرمه برای مدینه منوره برمغان می برد. مصعب سختی راه رو می دونست، دشمنی ها رو می دونست، اما همه اینها رو به جان خرید. اولین فداکاری مصعب نبود. مصعب خانه و خانواده خود رو ترک کرده بود. مصعب اون ثروتی رو که مادر برای اون جمع کرده بود فراموش کرده بود و زندگی در کاخ ها و قصر هایی که برایش فراهم بود همه رو پشت سر گذاشته بود. مصعب حرکت کرد و به مدینه منوره رفت برای دعوت توحید، برای اینکه مدینه رو متحول بکنه. مدینه امروز، مسلمانان مدینه بعد از فضل الله و تلاش رسول صلی الله علیه و سلم و بلکه کل امت مدیون فضل و حکمت مصعب ابن عمر هستند. مصعب افرادی مثل سعد ابن معاذ، مثل اسید ابن حذیر رو تونست به دایره اسلام داخل بکنه با حکمت خودش، با فراست خودش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمر رو به عنوان قارئ قرآن و به عنوان سفیرش با تازه مسلمان‌های مدینه منوره فرستاده بود تا در اینجا در شهر مدینه اونها رو به قرآن یاد بده، احکام الهی رو یاد بده و اون مؤمنان تازه می اومدن هر جای با صفایی که پیدا می کردن با هم دور هم جمع می شدن و آیات قرآن رو می خوندن و احکام رو از مصعب یاد می گرفت. در یکی از روزهایی که کنار آبی مثل این آب در یکی از جایی در نزدیکی های اینجا مصعب و مسلمان های مدینه گرد هم جمع شده بودند و آیات قرآن رو می خوندن و اسد ابن زراره که با مصعب بود از مکه مصعب رو با خودش آورده بود داشتن اینجا در مورد اسلام حرف می زدن و اینا که اسید ابن حذیر و سعد ابن معاذ که از بزرگان بنی عبدالاشهل بودن از دور اونها رو دیدن. سعد ابن معاذ پسرخاله اسد ابن زراره بود، به همین خاطر به
اسید رفیقش گفت اسید این سعد پسرخوره منه، با این غریبه مکه‌ای اومدن اینجا بچه های ما رو خراب میکنن، تو برو اونجا و دعواشون کن، از اینجا بندازشون بیرون. اینا رو کی اجازه داده که بیان اینجا؟ اسید ابن حضیر از اونجا بلند شد، عصبانی نیزهش رو گرفت، اومد پیشه بر بچه هایی که اینجا روی آب نشسته بودن، اومد اینجا داد و فریاد و دشنام و بد و بیرا شروع کرد که آقا شما رو کی گفته بیایید اینجا؟ شما اصلا حق نداشتید بیایید اینجا. از این حرفا و اسد ابن زراده وقتی که اونو دید گفت که مصعب ببین، اگر این شخص ایمان بیاره خیلی مهمه، این یکی از مسئولین و از این به اصطلاح رهبرای بنی عبدالاشهله. مصعب گفت اگر بشینه باش حرف میزنیم. تا اون اومد و دعوا و نزدیک اومد، مصعب بهش گفت عزیز چرا عصبانی؟ بیا بشین ببین ما چی داریم میگیم، اگه حرف ما حرف خوبی بود خوشت اومد شاید تو هم قبول کنی، خوشت نیومد خب ما هم که نمیخوایم شما رو اذیت کنیم، میذاریم میریم، هر چی شما بگید، نمیخواد ما تو شهر شما باشیم اصلا شهر شما میریم بیرون. اسد دید که حرف بسیار معقولی میزنه، گفت باشه بگید آقا چه میخواید بگید. بعد مصعب شروع کرد در مورد اسلام و پیامبر و قرآن براش میخه و قرآن میخونه. کم کم اسد عصبانیتش کم شد، چهرهش باز شد و بعد نیزش رو زد زمین و نشست، گفت که خب اگه کسی بخواد با شما باشه، کسی بخواد تو دین شما باشه، اون وقت چی کار باید بکنه؟ مصعب گفت دیگه چی؟ شهادت میدی که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، میری یک دوش میگیری، در خودتو تمیز میکنی، لباساتو تمیز میکنی. گفت خب پس شما یه لحظه صبر کنید تا من بیام. رفت و یک دوش گرفت و خودشو تمیز کرد، لباساشو تمیز کرد، اومد گفت که ای مصعب ببین، مصعب اونجا منو کی فرستاده؟ منو سعد ابن معاذ فرستاده. سعد ابن معاذ این رئیس و به اصطلاح خان ماست. اگر این اسلام بیاره همه بنی عبدالاشهلی ها مسلمون میشن. مصعب گفت خب چیکارش کنیم؟ چطور میاریش اینجا؟ گفت من میارمش، شما اومد اینجا دعوتش کنیم. گفت اگر بیاد اینجا و حرف ما رو بشنه که ما واسه همین اومدیم. خب اسید از اینجا رفت، خب چطور این سعد رو بیارم اینجا؟ رفت اونجا و از دور تا سعد دیدش گفت که این پسره کاری شده، این اونی نیست که از اینجا رفت، ببینید شکل و قیافش اصلا عوض شده. اما اسید وقتی رفت نزدیک خودشو همچین بکر نشون داد و سعد گفت ها چی شد چی کار کردیم؟ گفت رفتن باشون حرف زدن، آدم ها عادی بودن، کار حرف چیز زیاد مهمی نمیگفتن. خب بس گفت چرا اخما تو همه؟ گفت بس وقتی می اومدم این بنی حارسی ها، همینایی که با شما دشمنی دارن، اینا زورشون به تو نمیرسه، میخوان اسعد رو بکشن. چی چی چی؟ پسرخاله منو میخوان بکشن؟ گفت بله اینا زورشون به تو نمیرسه، میخوان اونو بکشن. گفت غلط کردن. از اونجا سعد ابن معاذ نیزه‌شو گرفت اومد اینجا. اون وقتی اومد نزدیک دید که اینو دارن خیلی عادی با هم حرف میزنن، دارن این کارو میکنن، فهمید که اسید میخواسته اونو بفرسته اینجا تا حرفاشونو گوش کنه. از همون دور داد و فریاد راه انداخت که های شما رو کی گفته بیایید اینجا؟ شما حق ندارید بیایید اینجا. آهای اسد ببین، اگر تو از پسرخاله من نمی بودی، اون وقت میدیدی چیکار تو میکردم، همه تونو مینداختم بیرون. مصعب اومد لبخندی زد، گفت های برادر بیا، مشکل چیه؟ شما رو کی گفته بیاید؟ بابا اگه میخوای ما از اینجا بریم چشم میریم، شما چرا ناراحتی؟ بیا یه لحظه اینجا بشینیم حرفی بزنیم، اگه از ما خوشت نیومد چشم حرف شما ما میذاریم میریم. سعد گفت خب حرف منطقیه ها، خب شما چه کار میکنید اینجا؟ بعد شروع کرد مصعب برای سوره زخرف رو میکنه و از پیامبر و از دین بهش میگه. سعد کم کم چهرش باز شد، اینا چی دارن میگن؟ شمشیر نیزه‌شو زد به زمین و نشست. گفت خب بعدش دیگه مصعب واسهش تعریف کرد، از اسلام گفت، از پیامبر گفت. گفت خب غریبه، اگه کسی بخواد با شما باشه چیکار باید بکنه؟ هیچی، شهادت میدید که هیچ معبودی نیست مگر خدای یکتا.
و به پیامبری حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گواهی میده. گفت خب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب بعدش چیکار کنم؟ هیچی. میری لباس تمیز میکنی، شکل تمیز میکنی، خودتو میشوری، پاک میشی. گفت یه لحظه شما صبر کنید. رفت یه دوش گرفت، خودشو تمیز کرد، لباسشو تمیز کرد، اومد اسعد گفت خب بیا با من. بعد مصعبم گفت که شما کجایید؟ گفت خونه اسعد. گفت نه 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 اسعد، مسعد دیگه تموم شد، میای خونه ما، خونه ما بزرگتره. و مصعب رفت خونه سعد ابن معاذ و سعد هم وقتی برگشت پیش قومش بهشون گفت آهای بنی عبدالاشهر، منو خوب میشناسید؟ گفت بله، شما سرور ما هستید، شما آقای ما هستید. گفت از این به بعد نه سروری نه آقایی، با هیچ کس شما حرفی ندارم مگر اینکه همه تون مسلمون بشین. خب مسلمونی چیه؟ واسه شون اسلام رو تعریف کرد، اسلام گفت، مصعب اومد براشون قرآن خوند، همه عبدالاشعر مسلمون شدن مگر یکی که همون عسیرم بود. این عسیرم هم بعدها وقتی که به سراغ غزوه احد شد، عسیرم رفت تو غزوه شرکت کرد و همون روز هم شهید شد، که بعدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان یه معمایی از صحابه پرسیدن که کیه که بدون اینکه یه رکعت نماز خونده باشه، یه بار سجده کرده باشه واسه خدا رفت بهشت؟ گفتم ما نمیدونیم. گفتن بله، عسیرم از بنی عبدالاشهر. اینطور اسلام به همه خونه های مدینه رسید. در مدینه منوره عوامل متعددی زمینه رو برای پذیرش اسلام مساعد میکرد. یکی از اونها کینه و عداوت و دشمنی بود که بین دو طایفه اوس و خزرج در مدینه منوره از دیر وقت وجود داشت. بیش از یک قرن از جنگهای خانمانسوز اوس و خزرج میگذشت و آخرین جنگی که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود، جنگ بوآس، باعث شده بود تا بسیاری از سران و سرداران این دو قبیله از بین برند و کشته بشند یا زخمی بشند. این امر سبب شده بود تا در این شهر، در مدینه منوره، سردارانی که در طائف، در مکه سنگهای بزرگی در سر راه دعوت بودند، وجود نداشته باشند. مدینه منوره به مانند مکه و طائف سران متعصب و سرداران بزرگ کفری را نداشت که بیان و در راه دعوت سنگ اندازی بکنن و مخالفت‌های شدید خودشون رو ادامه بدن، بلکه جانشینان اونها جوانانی بودند که مثل سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده تلاش داشتن تا به این جنگ‌ها، به این کینه و عداوت‌ها خاتمه بدن، از ترس اینکه نکنه این جنگ‌ها سبب بشه تا کل نسل این دو قبیله منقرض بشه. از سوی دیگری وجود یهودیان در مدینه هم سبب شده بود تا بستر برای پذیرش اسلام بیشتر فراهم بشه، چرا که یهودیان قومی بودند که به کتابهای آسمانی ایمان داشتند و پیوسته به این امید و آرزو بودند تا پیامبر خاتم از بین اونها مبعوث بشه. بلکه اولین هجرت اونها به این شهر، یعنی یثرب، مدینه امروزی هم به این خاطر بود که شنیده بودند که پیامبر آخرالزمان از این شهر مبعوث میشه. به همین علت به این شهر هجرت کرده بودند تا پیامبر آخر از اونها باشه. همیشه در جنگ هایی هم که با اوس و خزرج داشتن، اونها رو تهدید میکردن که هنگامی فرا میرسه که پیامبر آخرالزمان از میان ما مبعوث میشه و ما با همکاری اون همه شما رو از بین میبریم. و قرآن کریم هم به این اشاره داشت در سوره مبارکه بقره در آیه 89 که فرمود و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اونها طلب فتح میکردن، اونها ادعای پیروزی میکردن قبل از اون به امید بشارت و به امید رسالت پیامبر جدید. به همین علت کسانی که در مدینه ساکن بودند همیشه خبر داشتند از رسالت و از مبعوث شدن پیامبری در همین نزدیکی ها و مطلع بودند، همچنان که اون شش نفری که در بیعت اول از رسول الله صلی الله علیه و سلم این خبر رو شنیدن، سریعا پذیرفتن و گفتن این همون پیامبری است که یهودیان ما رو همیشه از اون میترسونن. از طرف دیگری یهودیان پیوسته اونها رو تهدید به نابودی میکردن و منتظر بودن تا پیامبر آخر مبعوث بشه و اینها رو همه رو از بین ببرن. اوس و خزرج از این میترسیدن و به دنبال تلاش بودن، به دنبال فرصتی بودن تا کسی بیاد و این جنگ های خانمانسوزی رو که بیشتر از یک قرن در این شهر ادامه داشت پایان بده و اونها رو در کنار هم جمع بکنه تا بتونن شهر خودشون رو از دست یهودیان نجات بدن. و این فرصت
با بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلام اولین گروه انصار فراهم شد. یکی دیگر از عواملی که باعث شد تا بستر برای پذیرش اسلام در مدینه منوره بیشتر فراهم بشه، نقش فعال و پررنگ سفیر رسول الله صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمیر بود. مصعب ابن عمیر هنگامی که از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان اولین سفیر اسلام برگزیده شد و به این شهر مدینه منوره فرستاده شد، بی دلیل نبود. مصعب فرد حکیمی بود که با حکمتش، با فراستش، با زیرکی و هوش خودش تونست شهر مدینه را متحول بکنه. مصعب جوان صبوری بود که قصر مادر خودش را در مکه مکرمه ترک کرده بود. سختی‌ها، مشکلات، گرسنگی‌ها و تشنگی‌های راه حبشه را به جان خریده بود و امروز در مدینه منوره هم می‌دونست که راه دعوت، راه هجرت، راه سختی است، راه مشکلات و عادت داشت به این سختی‌ها، به این مشکلات، به این تهدیدها و به مصائبی که در سر راه اون قرار می‌گرفت. مصعب ابن عمر خودش جوان اشرافی بود که در کاخی بزرگ شده بود که بسیاری از سرداران و بسیاری از اشراف مدینه منوره هم در همچین شرایطی زندگی میکردن. مصعب بهتر میتونست با اونها تعامل داشته باشه، بهتر میتونست زبان اونها رو بفهمه، با اونها چگونه سخن بگه و اونها رو چگونه راضی بکنه. مصعب ابن عمر در قلب خودش تمام آیات کلام الله مجیدی رو داشت که تا اون لحظه نازل شده بود و همه اونها رو به خوبی میدانست و به اونها مسلح بود و عامل به تمام اون چیزهایی که الله متعال بر رسولش صلی الله علیه و سلم فرستاده بود. مصعب ابن عمر جوان زیباروی زیباخوی بود که با همه این فضایل و این صفات و ویژگی های خوبی که داشت توانست تا در مدینه منوره تحول ایجاد بکنه. مصعب به عنوان سفیر پیامبر در مدینه منوره با همیاری مسلمانانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقبه اولا عهد و پیمان بسته بودند، توانست در کوتاه مدت بافت فکری و اجتماعی یثرب را به کلی تغییر دهد و این شهر را به بستری مناسب برای دعوت اسلامی تبدیل سازد. مصعب با همکاری بیدریغ اسعد ابن زراره، جوانمرد نامدار یثربی، توانست افراد بسیاری را از تاریکی ها و ظلمت کفر رهایی داده به قافله ایمان ملحق سازد. تقریبا هیچ خانه‌ای در مدینه نمانده بود مگر اینکه مردانی یا زنانی از آن به اسلام گرویده بودند. قبل از موسم حج سال 13 بعثت، مصعب به مکه بازگشت تا مژده پیروزی های پیاپی توحید در مدینه را